رئیس جمهور پاکستان از سازمان ملل خواست تا با برگزاری همه پرسی در منطقه مورد مناقشه به وعده های خود عمل کند. فاطمه موسوی گزارش می دهد. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان طی پیامی به مناسبت روز تحقق حق جهانی تعیین سرنوشت با یادآوری این که مراسم بزرگداشت امروز با هدف یادآوری مسئولیت جامعه جهانی در قبال مردم مظلوم کشمیری برگزار می شود، از سازمان ملل خواست که به تعهداتی که 75 سال پیش داده احترام بگذارد و از مبارزات مردم کشمیر برای تعیین سرنوشت خود حمایت کند. وی افزود هر سال در 5 ژانویه ما حمایت خود را از حق تعیین سرنوشت مردم جامو و کشمیر تمدید می‌کنیم. در چنین روزی در سال 1949 کمیسیون ملل متحد برای هند و پاکستان به اتفاق آرا قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن حق تعیین سرنوشت مردم کشمیر از طریق یک همه پرسی آزاد و بی‌طرفانه تحت نظارت سازمان ملل متحد تایید شد. عارف علوی تأکید کرد حق تعیین سرنوشت یک اصل اساسی حقوق بین الملل است که در بسیاری از معاهدات اصلی سازمان ملل متحد از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مورد حمایت قرار گرفته است. رئیس جمهور پاکستان با متهم کردن دهلی نو به نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و قوانین بین المللی بشردوستانه تأکید کرد هند تلاش می‌کند با تاکتیک‌های ظالمانه مردم کشمیر را تحت سلطه خود درآورد. او در پایان پیام خود تأکید کرد پاکستان مصمم است نقش خود را در حمایت از حق تعیین سرنوشت کشمیری‌ها از طریق یک همه پرسی آزاد و بی‌طرفانه طبق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل ایفا کند. حمایت قوی و استوار اخلاقی، سیاسی و دیپلماتیک ما از مردم کشمیر تا تحقق این حق مسلم ادامه خواهد داشت. در همین حال جلیل عباس جیلانی وزیر امور خارجه پاکستان نیز طی پیامی حق تعیین سرنوشت را یک اصل اساسی حقوق بین الملل عنوان کرده و افزود متاسفانه مردم کشمیر نتوانستند از این حق مسلم خود استفاده کنند. هند مردم کشمیر را در معرض نقض سیستماتیک حقوق بشر قرار می دهد. در جامعه و کشمیر تحت کنترل هند هم رهبران همه احزاب کنفرانس حریت از سازمان ملل خواستند تا به تعهدات خود در مورد حل و فصل مناقشه کشمیر مربوط به قطعنامه های خود از جمله قطعنامه مصوب 5 ژانویه 1949 عمل کند. سید بشیر اندرابی، خواجه فردوس، جنید السلام، سینگ بحل، نور محمد فیاض، عبدالصمد انقلابی، محمد احمد ساغر، شیخ عبدالمتین، امتیاز وانی، محمد سلطان بات و عبدالمجید میر از رهبران جریان‌های مختلف سیاسی کشمیر در بیانیه‌هایی تأکید کردند که اگر سازمان ملل می‌خواهد به جایگاه واقعی خود بازگردد، باید به نقش خود در منازعات بین‌المللی از جمله مسئله کشمیر به شکل مؤثرتر و جدی‌تری عمل کند. در بیانیه‌های این رهبران تأکید شده که اختلاف بر سر منطقه کشمیر بیش از 7 دهه است که ادامه دارد، اما تلاش سازمان‌های جهانی در اجرای قطعنامه سازمان ملل در 5 ژانویه 1949 شکست خورده است. رهبران یاد شده در بیانیه‌های خود تصریح کردند که شکست تلاش‌های سازمان ملل هند را برای سرکوب مبارزه مردم این منطقه برای آزادی کشمیری‌ها از طریق اعمال خشونت و قدرت نظامی جرأت داده است. تمامی رهبران مذکور بر این نکته اتفاق نظر دارند که قلب کشمیری‌ها و پاکستانی‌ها به صورت یک پارچه می‌تپد و پاکستان همیشه از آرمان کشمیر حمایت کرده است. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. دکتر سید محمد نقوی از کراچی پاکستان با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام عرض ادب. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم. بزرگواری. آقای دکتر، آیا موضع‌گیری‌های مقام‌های پاکستانی در اقدام مثبت سازمان‌های بین‌المللی به نفع مسلمانان منطقه کشمیر می‌تونه تاثیرگذار باشه؟ عرض کنم خدمتتون که بله، به هر حال تأثیرات
که داره نسبت به اینکه آگاه سازی و اینکه این مسئله فراموش نشه در این گذر زمان، چون به هر حال مسئله ای هست که نزدیک 70 و چند سال هست، از 1948 47 تا الان مشکل بین پاکستان و هند و بعد حالا مقداری هم چین هم توش شامل هست. این مسئله، این دعوا سر این منطقه هست و این بیانیه ها در حال تأثیرات خودش رو نسبت به اینکه فشاری بر فشار سیاسی بر کشور هند، دولت هند و حالا سازمان‌های بین‌المللی وارد بکنه که این مسئله رو به سمت یک حلی ببرند، تأثیرات خودش رو داره و خب اقدامات عملی باید بعد در ورای این قضیه باشه که حالا پاکستان ظاهرا سعی خودش رو کرده در این زمینه. حتی سازمان‌های بین‌المللی هم بعضی وقتا یه صحبت هایی میکنن، ولی خب اقدامات عملی باید انجام بشه بعدش که به سمت رفراندوم یا حالا به هر حال یک حل دیگه ای اگر در پیدا بشه برای این کار به اون سمت برن، که حالا باید ببینیم چه وقت این تلاش ها نتیجه خواهد داد. بله، بیانیه های احزاب کشمیری چه تأثیری در این زمینه میتونه داشته باشه؟ بیانیه های احزاب کشمیری، خب اون مردم کشمیر خب یک صدایی دارن و خب بعد از واقعی که در سال 2019 پیش اومد، خب یه مقدار محدودیت ها اونجا بیشتر شده ظاهرا در کشمیر و خب ما از اوضاع درست، اطلاعات درستی از اوضاع کشمیر هنوز نداریم، ولی خب این بیانیه نسبت به اینکه صدای مردم کشمیر شنیده بشه و در جهان به مردم جهان برسه صداشون که اینا در این موزل درگیر این موزل هستن و راه حلی هنوز براشون به دست نیومده و خب خودشون هم میخوان که این مسئله حل بشه، خب این تأثیرات خودشو داره و نسبت به همین که عرض کردم که جامعه جهانی آگاه بشه و به این سمت بره که مثلا سازمان ملل نقش خودش رو ایفا بکنه. سازمان ملل مثلا یک بیانیه هایی که صادر میکنه، قطعنامه هایی که صادر میشه در سازمان ملل، خب خیلی هاش ما میبینیم که نتایج عملی نداره. خب این تلاش ها یواش یواش حمایت میکنه از اینکه این قطعنامه ها و این بیانیه ها به سمت نتایج عملی بره انشاءالله. ولی در مجموع با توجه به رویکرد دولت افراطی هند، آینده منطقه کشمیر را چگونه ارزیابی میکنید؟ مشکل کشمیر خب صرفا نمیشه گفت، شاید هند هم دخیل هست و خب از همون اوایل که حتی این مشکل کشمیر با مسلمان ها و این معضلاتش مال سابقه تاریخی داره، مال قبل از تشکیل پاکستان و هند هست و خب خود بریتانیا هم در اون زمانی که این پاکستان و هند تشکیل شدن و مستقل شدن از دولت بریتانیا، خب یه نقشی در این ایفا کرد، این مسئله کشمیر به این شکل در اومد و خب هیچی معلوم نمیشه. هند مثلا از 1949 تا حالا هنوز قبول نکرده که رفراندومی اونجا برگزار بشه، با توجه به اینکه اکثریت منطقه، مردم منطقه مسلمان هستند و خب این یک مشکلی بود که از قبل با حکام سیک و حکام هندوی اونجا داشتن، این بعد که حالا این دولت هند هست الان و ما فقط امیدواریم، میتونیم امیدوار باشیم به اینکه یواش یواش به یک نتایجی برسیم که این مشکل حل بشه. مثلا تو همون قضیه که سال 2019 اتفاق افتاد، خب یک قطعنامه سازمان ملل رو یه جورای هند زیر پا گذاشت و خب هیچ نتیجه ما ندیدیم. حتی مثلا کشورهای مسلمان هم در این زمینه خیلی نقش مثبتی ایفا نکردن و حالا نمیشه هیچ پیش بینی کرد در این زمینه که چطور میشه که به یک نتیجه برسیم در این زمینه به زودی انشالله.